اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران، 4 مرداد 1391. هیاهوی بسیار برای هیچ. 41مین پیشنویس تکراری و پوچ طی 7 ماه برای به بند کشیدن اپوزیسیون ایران در زندان لیبرتی. آخرین تحفه مارتین کوبلر تحت عنوان نقشه مسیر. روز اول مرداد 91، 22 ژوئیه، آقای مارتین کوبلر ضمن درخواست ملاقات از خانم مریم رجوی به نماینده ساکنان اشرف نوشت: ما در مورد نقشه مسیر برای جابجایی ساکنان کمپ اشرف با دولت عراق در ارتباط هستیم. او روز بعد یک ایمیل تحت عنوان پیشنویس نقشه مسیر 23 ژوئیه ارسال کرد. سپس در 24 ژوئیه با هیاهوی بسیار اعلام شد: هیئت ملل متحد در عراق یک نقشه مسیر به این دولت ارائه کرد که در آن یک سری از گام‌ها برای تکمیل جابجایی صلح‌آمیز ایرانیان تبعیدی از کمپ اشرف به کمپ حریه پیشنهاد شده است. آقای کوبلر در بیانیه خود می‌افزاید: تسهیل حرکت‌های باقی مانده که منجر به بسته شدن کمپ اشرف خواهد شد. یونامی ساکنان را فراخواند تا آماده سازی ها برای حرکت بعدی را بدون تأخیر شروع کنند و از دولت عراق خواست تا وقتی پای نیازهای انسان دوستانه ساکنان به میان می آید سخاوتمند باشد و به دنبال کردن راه حل صلح‌آمیز برای این موضوع تحت هر شرایطی ادامه بدهد. نکات زیر در این باره قابل ذکر است. 1. ساکنان اشرف و نمایندگانشان مثل همیشه از گفتگوهای تسهیل کننده با دولت عراق و نسخه نهایی نقشه مسیر مورد نظر آنها بی اطلاع هستند، زیرا دولت عراق به دیالوگ با نمایندگان آنها در خارج از عراق هیچگاه تن نداده است، زیرا چنان که کمیته بین المللی حقوقدانان در اطلاعیه خود در دیماه گذشته خاطر نشان کرده بود، آنها مذاکره با سلاح‌های نشان روی شده بر روی مخاطبان خود در اشرف و لیبرتی را همراه با تهدید مخاطبان به دستگیری ترجیح می دهند. در همان زمان خانم رجوی آمادگی خود را برای سفر به بغداد و گفتگو با دولت عراق اعلام کرد، اما دولت عراق آن را نپذیرفت. خانم رجوی همچنین پیشنهاد کرد یک اجلاس ویژه برای نجات راه حل مسالمت‌آمیز در پاریس یا بروکسل یا ژنو به ریاست نماینده ویژه و با شرکت خود او یا نمایندگان اشرف و مقام‌های تصمیم گیرنده عراقی و سایر طرف‌های زیرفت برگزار شود، اما دولت عراق و نماینده ویژه قبول نکردند. 2. پیشنویس نقشه مسیر 23 ژوئیه که آقای کوبلر برای نماینده ساکنان و برای ساکنان ارسال کرده به طور مطلق غیر قابل قبول است و هیچ چیز جدیدی ندارد. این آخرین نمونه از 10 پیشنویس و نامه در طول 7 ماه گذشته بین آقای کوبلر و نمایندگان ساکنان است که دست کم به 40 فقره بالغ می شود. یک روند فرساینده و تدریجی که از 27 آذر ماه گذشته 18 دسامبر 2011 شروع شده و ضمن آنها مارتین کوبلر قدم به قدم حقوق بنیادین ساکنان را حذف یا تا سرحد امکان نازک کرده است، تا به گفته خودش صبر دولت عراق نازکتر نشود. 3. نماینده ساکنان پس از دریافت نقشه مسیر 23 ژوئیه
بلادرنگ پاسخ داد: این سند هیچ چیز جز عرضه کردن برنامه‌ها و اهداف دولت عراق و رژیم ایران توسط یونامی نیست. وی افزود: بدون اجرای حداقل‌های انجام ناشده که در اطلاعیه 25 تیر 15 ژوئیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت یادآوری شده است، یعنی 8 ماده از 10 ماده حداقل درخواست‌های انسانی ساکنان برای رفتن از اشرف به لیبرتی، حرکت دیگری از اشرف به لیبرتی امکان پذیر نیست. 4. در این نقشه مسیر مانند پیشنویس‌های قبلی، همه نیازهای انسانی ساکنان مانند آب و برق و خودروهای خدماتی و سواری و لیفتراک به ترتیبات نامعلومی موکول شده است که به تجربه هیچگاه محقق نخواهد شد. از جمله در همه پیشنویس ها بی وقفه اما بیهوده تکرار می شود که دولت عراق با فروش اموال و با انتقال خودروها و ژنراتورها از اشرف به لیبرتی بر حسب نیاز موافق است، اما به طور عملی از اجرای همه تعهدات و توافقات خودداری کرده و در این حال تشکر و قدردانی نماینده ویژه دبیر کل را در شورای امنیت به دست آورده است. 5. این نقشه مسیر در حقیقت یک تلاش آشکار برای وادار کردن ساکنان به صرف نظر کردن از حداقل الزامات انسانی است، آن هم در حالی که 2000 تن از ساکنان اشرف در 5 گروه یکی پس از دیگری بدون تأمین حداقل‌های انسانی تنها با قول‌های مکتوب و شفاهی روانه شدند. اکنون آقای کوبلر با این نقشه مسیر می‌خواهد بار دیگر این سناریو را تکرار کند و بدون حل و فصل حداقل‌های انسانی صرفاً با وعده‌های موهوم بقیه ساکنان را هم بی‌خانمان و روانه زندان لیبرتی کند که در عمل یعنی همان طرح رژیم ایران و دست نشاندگانش در عراق برای وادار کردن اپوزیسیون ایران به انقیاد و تسلیم. 6. این نقشه مسیر حاصل توافق دو جانبه نماینده ویژه دبیر کل و طرف عراقی است، در حالی که هر نقشه مسیر می بایست حاصل گفتگوی سه جانبه و همچنان که دبیر کل ملل متحد در چندین نوبت اعلام کرده است، بایستی مورد توافق ساکنان و دولت عراق باشد. این چه نقش مسیری است که هیچ ترتیبات و زمانبندی مشخص برای حل مبرمترین مسائل مانند آب و برق و فروش اموال منقول و غیر منقول ساکنان و ترتیبات و الزامات تخلیه اشرف و بازرسی آن را ندارد؟ این چه نقش مسیری است که در آن هیچ اشاره‌ای به مسائل بنیادین از قبیل ممنوعیت هر گونه مداخله رژیم ایران، موقعیت حقوقی کمپ لیبرتی و حقوق ساکنان آن و زمانبندی روند پناهندگیشان نشده است؟ و چرا از ضرورت پایان دادن به محاصره ضد انسانی 4 ساله که نقض آشکار همه قوانین بین المللی است حرفی در میان نیست؟ یا چرا حق فعالیت انتفاعی و حق تردد آزادانه از ساکنان دریغ شده است؟ به نظر می رسد تنها هدف این نقشه مسیر تخلیه اشرف به هر قیمت، تلمبار کردن ساکنان در زندان لیبرتی صرف نظر از عواقب بعدی آن است. کوبلر همچنان که در سخنان خود در شورای امنیت و در اطلاعیه روز سه‌شنبه 3 مرداد خود گفته است، تنها به سخاوت دولت عراق چشم دوخته است. قوانین بین المللی، قانون پناهندگی، قانون بشردوستانه بین المللی، قانون بین المللی حقوق بشر
و کلیه اصول شناخته شده ملل متحد و کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد و حق حفاظت که آن همه مورد تایید دبیرکل قرار گرفته به طور کامل فراموش شده و قربانی شدند. 7. فایده نقد این نقشه مسیر برای حکومت سخاوتمند عراق این است که بلادرنگ پس از انتشار نقشه مسیر در یک تهدید آشکار اعلام کرد اگر ساکنان به آن تن ندهند دولت اقدام می کند. خبرگزاری فرانسه 3 مرداد. 8. فرهنگ و روح حاکم بر این نقشه مسیر صرف نظر از بی‌دقتی در آمار و ارقام، شوکه کننده و آکنده از فریبکاری و سفسطه و وارونگویی است. در نقشه مسیری که علی القاعده باید رو به آینده باشد، ابتدا انتقال 300 کولر و 10 جنراتور و باقی مانده وسایل گروه های 4 و 5 را که با 2.5 ماه تأخیر انجام شده است به رخ می کشد تا نتیجه بگیرد که بخش اعظم خواسته های ساکنان انجام شده است. گویا که دولت سخاوتمند عراق که تاکنون 10 میلیون دلار اموال مجاهدین را به یغما برده و 22 تن را هم در زیر چرخهای زرهی له کرده است، از 382 جنراتور و هزاران کولر متعلق به ساکنان به آنها صدقه ای داده که این چنین آقای کوبلر را به وجد آورده است. اگر آقای کوبلر همین حد را هم از حکومت عراق انتظار نداشته است، پس ابتدا باید اذعان می کرد که در این کشور از حکومت و دولت قانون خبری نیست و تنها قانون راهزنی و جنگل حاکمیت دارد. نقشه مسیر به جای تأکید بر حق سازندگی و ایجاد تأسیسات مورد نیاز و فضای سبز که در یادداشت تفاهم و در نامه‌های نماینده ویژه دبیرکل تصریح شده بود می نویسد محل استقرار آماده است، هتل آماده است. نقشه مسیر در مورد آب طوری جلوه می دهد که گویا دولت عراق برای هر یک از ساکنان لیبرتی روزانه 200 لیتر آب تأمین می کند و این حقیقت را به طور عمدی نادیده می گیرد که ساکنان باید خودشان آب را با هزینه سنگین و با ساعتها انتظار در صف طولانی در گرمای 55 درجه از 12 کیلومتری به لیبرتی بیاورند و در این خصوص با مشکلات زیادی مواجه هستند. 9. گزارش‌های روزانه لیبرتی را آقای کوبلر به طور مستمر دریافت می‌کند. به عنوان نمونه گزارش روز 24 ژوئیه در مورد آب و سایر نیازمندی‌های انسانی بسیار روشنگر است. طی 24 ساعت گذشته به دنبال خراب شدن یک ایستگاه پمپاژ آب دیگر در منطقه فرودگاه، تانکرهای سایر قسمت‌های فرودگاه به لوله آب مورد استفاده ساکنان هجوم آوردند. در نتیجه در ساعت 2 تا 4 بامداد امروز که تصور می‌رفت ساکنان می‌توانند از خلوتی برای تأمین آب کمپ استفاده کنند، در آن واحد با 16 الی 20 تانکر دیگر که در نوبت بودند مواجه شدند و ناگزیر در گرمای 56 درجه و در حال روزه نزدیک به 10 ساعت در تلاش و انتظار نوبت برای تهیه آب بودند. امروز مانیتورینگ یونامی به نمایندگان ساکنین کمپ لیبرتی اطلاع داد که صادق از کمیته نخست وزیری طرح پاگرد برای ممانعت از ورود گرد و خاک به بنگال‌های افراد مسن، بیماران، به خصوص نفرات آسمی را به طور کامل رد کرده است و با تاکتیک سردواندن و درخواست تغییر طرح و ساختن نمونه مانند همه طرح‌های دیگر، ساکنان با کمیته و صادق به نقطه صفر برگشتند.
از روز پنجشنبه قبل که برای جابجایی اقلام سنگینی که 28 تریلی از اشرف به لیبرتی آوردند، ساکنان درخواست لیفتراک دادند. هنوز کمیته نخست وزیری هیچ لیفتراکی در اختیار ساکنان قرار نداده است. امروز ششمین روزی است که نیروهای لباس شخصی وابسته به صادق بذرهای سبزی که ساکنین با هزینه خودشان آورده بودند را در توقیف در سیطره نگه داشتند، در صورتی که بذر سبزی هیچ تهدید امنیتی و یا استفاده دوگانه ندارد مشخص نیست چرا توقیف شدند. امروز 127مین روزی است که مهندس بردیا امیر مصوفیان فوت کرده و دولت عراق از تحویل دهی جسد وی به بستگانش برای خاک سپاری خودداری می کند. 10. ساکنان اشرف و لیبرتی حداقل‌های انسانی را که لازمه ادامه انتقال به لیبرتی است برای چندمین بار در روز دوم مرداد در دو نامه جداگانه برای دبیر کل ملل متحد ارسال کردند. این حداقل‌ها تنها بخشی از خواستای مشروع و منطقی ساکنان اشرف است که ساکنان و نمایندگان آنها از ماه دسامبر گذشته بر آن پای فشردند، اما به درخواست نماینده ویژه دبیر کل و نماینده ویژه وزیر خارجه آمریکا از بسیاری حقوقشان صرف نظر کردند. اکنون هیچ نقش مسیری بدون تأمین و تضمین این حداقل‌ها قابل قبول نیست. در حالی که طبق حکم دادگاه استیناف آمریکا از مهلتی که دادگاه برای وزارت خارجه به منظور تعیین تکلیف لیست تروریستی قائل شده کمتر از 70 روز باقی مانده است، روز گذشته سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با حمایت از نقشه مسیر هیئت همیاری سازمان ملل در عراق و تأکید بر هدف مشترک با دولت عراق و ساکنان اشرف برای خروج امن کلیه ساکنان از خاک عراق بار دیگر اعلام کرد همکاری مجاهدین خلق در بستن کمپ اشرف، پایگاه شبه نظامی اصلی مجاهدین خلق، همچنان یک عامل کلیدی در تصمیم آتی وزارت خارجه در مورد موقعیت این سازمان در لیست سازمان‌های تروریستی خارجی است. در اطلاعیه مطبوعاتی ویکتوریا نولند، سخنگوی وزارت خارجه به تاریخ 25 ژوئیه 2012 آمده است: ایالات متحده از نقشه مسیر هیئت همیاری سازمان ملل در عراق یونامی که اقدامات باقی مانده برای بستن اشرف را پیشنهاد می دهد پشتیبانی می کند. ما از رهبری اشرف و دولت عراق خواهان همکاری برای به پیش راندن این طرح به جلو هستیم تا هدف مشترک ما یعنی خارج شدن امن ساکنان از عراق را به جلو ببرد. دولت عراق اخیراً گام‌های سازنده‌ای برداشته است و در تاریخ 15 ژوئیه دولت عراق یک ستون بار شامل 300 کولر، چند منبع بزرگ آب، ژنراتورهای اضافی و سایر اقلام برای بهبود کیفیت زندگی در کمپ لیبرتی را منتقل کرده است. در 19 ژوئیه دولت عراق 3 خودروی ویژه ناتوانان را به کمپ حریه منتقل نمود. ما دولت را به خاطر این اقدامات مثبت و به خاطر تعهد اعلام شده اش نسبت به یک راه حل صلح‌آمیز برای این موضوع که تنها راه قابل قبول است تحسین می‌کنیم.
اکنون نوبت رهبران اشرف است تا گام سازنده مشابهی برداشته و جابجایی ساکنان را از سر گیرند. در حالی که برخی نیازمندی های مشروع انسانی نیاز به رسیدگی مستمر دارد، همکاری سریع با پیشنهادات یونامی برای دستیابی به یک نتیجه مسالمت‌آمیز، انسانی و امن برای ساکنان اشرف حیاتی است. همکاری مجاهدین خلق در بستن اشرف، پایگاه شبه نظامی اصلی مجاهدین خلق، همچنان یک عامل کلیدی در تصمیم آتی وزارت خارجه در مورد موقعیت مجاهدین خلق در لیست سازمان‌های تروریستی خارجی است. وزارت خارجه در پایان بیانیه خود خاطر نشان کرده است که عملکرد مجاهدین در این رابطه در ایام و هفته های آینده معیاری است که نشان خواهد داد آیا آنها همچنان تروریست باقی ماندند یا دیگر آن دوران را پشت سر گذاشتند. دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران، 5 مرداد 1391. مشروط کردن لغو برچسب تروریستی به بستن اشرف، درخواست رژیم ملایان از آمریکا از طریق مالکی است. برخلاف حکم دادگاه استیناف ایالات متحده در اول جوان، وزارت خارجه آمریکا لغو برچسب ناعادلانه تروریستی را به بستن اشرف تحت عنوان پایگاه اصلی شبه نظامی مجاهدین خلق پیوند زده و بر آن اصرار می کند. سفیر دانیل بنجامین، هماهنگ کننده ضد تروریسم، در تلکنفرانس 16 تیر در این خصوص پافشاری کرد و سخنگوی وزارت خارجه آمریکا دیروز بار دیگر تکرار کرد همکاری مجاهدین خلق در بستن اشرف، پایگاه اصلی شبه نظامی مجاهدین خلق، کماکان یک عامل کلیدی در تصمیم پیشروی وزارت خارجه درباره وضعیت مجاهدین خلق در لیست سازمان‌های تروریستی خارجی است. همزمان پاسدار لاریجانی، رئیس مجلس ملایان، دیروز پس از موج انفجارهای سهمگین در عراق به آمریکا هشدار داد که به آن مجال بازیگوشی‌های کودکانه نمی‌دهد. وی گفت آمریکا و غرب که سالها از صدام پشتیبانی کردند متوجه شدند با واقعیتی قدرتمند مواجهند و لذا استراتژی براندازی نظامی را از سر برون کردند. نگاه آنها صرفاً بهره جستن از قدرت ابزاری نهادهای بین المللی است. نمونه این رفتارها را در دو مسئله بحرین و سوریه به خوبی می توان رؤیت کرد. از سوی دیگر، اودی خدران، عضو نیروی تروریستی قدس و فرماندار شهر خالص در عراق که اشرف در حومه آن قرار دارد، در سایت گشتاپوی ملایان از مالکی خواست برای بستن اشرف از زور و اجبار استفاده کند، زیرا مجاهدین خلق یک مجموعه تروریستی است. طبق اطلاعات و اسنادی که مقاومت ایران به تازگی از داخل رژیم ایران به دست آورده است، مرتبط ساختن لغو نامگذاری تروریستی با بستن اشرف مشخصاً درخواست رژیم ملایان از آمریکا از طریق مالکی است. در صورت لزوم سازمان مجاهدین خلق ایران در شکایت محتمل بعدی اطلاعات و سند مربوطه را به دادگاه ارائه خواهد کرد. عنوان خودساخته پایگاه اصلی شبه نظامی برای شهر اشرف در حالی ابداع شده است که نیروهای آمریکایی 9 سال پیش
مجاهدین خلق را خلع سلاح کردند، سانتیمتر به سانتیمتر اشرف را جستجو کردند و دولت آمریکا پس از 16 ماه تحقیقات توسط 9 آژانس آمریکایی استاتوی افراد حفاظت شده تحت کنوانسیون 4 ژنو را در مورد کلیه ساکنان به رسمیت شناخت. اکنون ساکنان مجدداً برای خونسا کردن هر گونه توطئه‌ای از جانب رژیم ایران و دست نشاندگان عراقی آن خواهان بازرسی اشرف قبل از ترک آن هستند، اما وزارت خارجه امتناع می کند. دبیرخانه شورای ملی مقاومت در اطلاعیه 17 تیر با تأکید بر اختیارات وزیر خارجه بر لیست گذاری مجدد خاطر نشان کرد: مرتبط کردن مستمر تخلیه اشرف با لغو نامگذاری تروریستی غیر قانونی و برخلاف حکم دادگاه است و باقی مانده ساکنان اشرف در صورتی که نیازمندی های انسانیشان تأمین شود بلا درنگ به کمپ لیبرتی خواهند رفت. در همین اطلاعیه نیازمندی های انسانی حداقل برای انتقال بلادرنگ کلیه ساکنان اشرف به لیبرتی به نقل از اطلاعیه رئیس کمیته بین المللی در جستجوی عدالت از جانب 4000 پارلمانتر در کشورهای مختلف جهان به دنبال جلسات متعدد با نمایندگان ساکنان، شخصیت‌ها از هر دو سوی آتلانتیک، نمایندگان آمریکا و سازمان ملل در 10 نکته فرموله شده است. متعاقباً دبیرخانه شورای ملی مقاومت در 25 تیر اقلامی را که پس از 2.5 ماه تأخیر از اشرف به لیبرتی منتقل شد اعلام کرد و خاطر نشان نمود: حکومت عراق کماکان از اجرای 8 مورد از موارد 10 گانه حداقل‌های انسان دوستانه مندرج در اطلاعیه 17 تیر سر باز می‌زند. در 2 مرداد ساکنان اشرف در یک نامه مشترک به دبیر کل ملل متحد این 8 مورد را یادآور شدند. تعهدات انجام ناشده که قبلاً بارها قول اجرای آن داده شده بود و در اطلاعیه دیروز دبیرخانه شورای ملی مقاومت هم تکرار شده، نیازمندی‌های زندگی روزانه 3300 نفر است. از قبیل انتقال ژنراتورهای اصلی و تجهیزات پمپاژ آب، خودروهای خدماتی و سواری، لیفتراک، مواد و ابزار لازم برای ساختن پیاده رو و سایبان و فضای سبز در گرمای 57 درجه که امروز تمام عراق به خاطر آن تعطیل است. اگر دولت عراق ممانعت نکند، همه چیز به سرعت و تماماً با هزینه ساکنان انجام می شود. هیچ یک از این نیازمندی های انسانی لوکس و زیاده خواهی نیست و تماماً در چارچوب یادداشت تفاهم 25 دسامبر 2011 و نامه 28 دسامبر مارتین کوبلر به ساکنان اشرف قرار دارد. اگر کسی می‌خواهد از حمله و خشونت ممانعت شود، نباید مانند آقای کوبلر با قدردانی از دولت عراق و انداختن تقصیر تأخیر در حرکت ستونهای بعدی به گردن ساکنان راه آن را هموار کند و بالفعل چراغ سبز بدهد. راه حل ایستادگی بر قانون انسان دوستانه بین المللی و قانون پناهندگی و قانون بین المللی حقوق بشر و وادار کردن حکومت عراق به تبعیت از تعهدات و التزامات بین المللی آن است تا از ممانعت و مخالفت با حداقل نیازمندی‌های انسانی دست بردارد. ساکنان اشرف همچنان که بارها اعلام کردند به محض تأمین این حداقل‌ها به لیبرتی می روند.